ترین درودها بر شما همیهنان هم ارجمندم در همه جای جهان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر در سی دقیقه پیش روی با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران و جهان همراه با نگاهی بر آخرین تحلیل ها و گزارش های مرتبط از برخی روزنامه ها و مطبوعات اصلی ایران نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم اخبار و عناوین برگزیده امشب هواشی و واکنش های گسترده از تفاهم هسته با موجی از اظهار موضع مقامات نظامی و تقدیر و تمجید از مردان مذاکره از سوی سپاهیان پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سکوت آیت الله علی خامنه حضور یک روزه رجب تای بردوغان نخست وزیر کشور همسایه ترکیه در تهران و دیدار با رهبری جمهوری اسلامی و انعقاد قراردادهای گازی و تجاری بحرانهای بین المللی و منطقه از جمله یمن عراق و سوریه اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب چهارشنبه 19 فروردین ماه ایرانی است که به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک در بخش آغازین شرح جزئیات خبر مروری بر شرح اخبار برگزیده نخست با اظهار موضع تند آیت الله علی خامنه ای علیه برخی از سران و رهبران کشورهای اسلامی و منطقه در دیدار با رجب طیب اردوغان علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران گفته است که موضع ایران مخالفت با دخالت خارجی در یمن است آقای خامنه ای همچنین برخی از حکومت اسلامی را به خیانت متهم کرده است. آیت الله علی خامنه ای روز سهشنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور ترکیه که برای سفری رسمی در تهران به سر می برد از ظهور داعش در منطقه و حمله نظامی به یمن انتقاد کرده و گفته بود که واقعیت تأصف این است که برخی از حکومت اسلامی خیانت می کنند و پول و امکانات خود را در خدمت دشمن قرار می دهند. در متنی که وبسایت رسمی رهبری جمهوری اسلامی ایران از سخنان این فقی در دیدار با رئیس جمهور ترکیه منتشر کرده از کشور خاصی نام برده نشده به نظر می رسد که روابط ایران و عربستان از زمان حمله این کشور به موازه حوسی یمن از پیش هم سرتر شده است آقای خامنه ای در درباره وقایع جاری در یمن که آن را یک نمونه دیگر از مشکلات جدید دنیای اسلام توصیف می‌کرد، این گونه ابراز نظر می‌نمود که موضع جمهوری اسلامی در خصوص تمام کشورها از جمله یمن مخالفت با دخالت خارجی است. این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران با دخالت در یمن باعث تشکیل جبهه عربی اسلامی ضد ها شده است. در دیدار آقای اردوغان با آقای خامنه ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم حضور داشته است گویا در سطر آغازین خبر از رجب طیب اردوغان به عنوان نخست وزیر ترکیه یاد کرده بودم که اشتباه بوده و به عنوان رئیس جمهور تصحیح می شود و اما در همین راستا روزنامه های امروز نیز به جنبه های جانبی امور پرداختند از جمله روزنامه شرق در مطلبی با این عنوان که ترکیه به دنبال گاز ارزان ایران است در بخش از نوشتار این شماره اطلاعات تازه ای نیز ارائه می کرد و که در حالی که این سفر تحت تاثیر آخرین اظهارات ناخوشایند رجب طیب اردوغان در مورد نقش منطقی ایران بوده، یک منبع آگاه به اصر ایران گفت. اردوغان حامل پیام ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به مقامات ارشد ایرانی با موضوع تحولات یمن است. طبق این گزارش در این پیام از ایران خواسته شده تا وارد موضوع یمن شود و از حوسی ها بخواهد برای حل سیاسی بحران یمن پای میز مذاکرات بنشیند. این در حالی است که یک روز پیش از سفر رجب تگ بردوغان به تهران شاهزاده محمد بن نایف جانشین ولیعهد کشور پادشاهی عربستان سعودی عازم آنکارا شده بود و بیش از یک ساعت با رئیس جمهور ترکیه دیدار کرده بود ادامه برنامه ی آن سوی خبر با رویدادهای دیگر از جمله رویدادهای هسته‌ای جدال انرژی هسته‌ای با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران وارد فازهای تازه تری می شود یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که ایران باید در توافق هسته‌ای نهایی جزئیات بیشتری از چرخه سوخت هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار دهد به گزارش خبرگزاری فارس مدیر کل آژانس انرژی اتمی در مصاحبه‌ای که با شبکه خبری CNN در پاسخ به این سال که آیا تفاهم لوزان می تواند طبق گفته ی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مسیر دستیابی ایران به های اتمی رو مسدود کند این گونه جواب میداد که برنامه جامعه اقدام مشترک مستلزم اجرای یک ابزار راستی قوی به نام پروتکل الحاقی است که طبق آن ایران بایستی جزء بیشتری از چرخه سخت هسته ای و جنبه های گست درده تری از برنامه هسته خود را اعلام کند آقای آمانو گفته است ایران بعد از انجام این اقدام باید اعلامیه خود را هر سه ماه یک بار تکرار کند آقای آمانو همچنین اشاره می کرد در صورتی که آژانس شکی داشته باشد می تواند درخواست دسترسی به سایت مشکوک را داشته باشد و ایران نیز اصولا باید با این درخواست موافقت کند و خبرهایی از نشست خبری رؤسای جمهوری ایران و ترکیه رؤسای جمهور دو کشور همسایه ایران و ترکیه در نشست خبری مشترک خود در تهران بر پایان جنگ در یمن و روی کار آمدن دولتی فراگیر در این کشور تأکید کردند. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان همچنین خواستار افزایش روابط اقتصادی دو کشور تا میزان 30 میلیارد دلار در سال شدند. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران یا ایرنا، آقای روحانی روز سهشنبه پس از پایان مذاکرات خود با رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری مشترکی با آقای اردوغان با اشاره به تحولات یمن می که معتقدیم که باید هرچه سریعتر جنگ و خونریزی در این منطقه مواقع. متوقف آتش بس کامل برقرار و حملات نیز بین دو گروه درگیر متوقف شود حسن روحانی همچنین اضافه می کرد که بعد از برقراری آتش بس در یمن می توانیم شرایطی را شاهد باشیم که کمک های انسانی ارسال شود و دو کشور ایران و ترکیه و همینطور کشورهای دیگر به آنها کمک کنند تا در یمن صلح و ثبات امنیت و دولت فراگیر با گفتگوهای یمنی برقرار شود. البته این اظهارات در حالی مطرح می شود که رجب طیب بردوغان به تازگی با انتقاد از مواضع ایران درباره یمن گفته بود که ایران تلاش می کند بر منطقه سلطه یابد و این مسئله ترکیه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس را به سطوح در است سخنان رجب طیب بردوغان رئیس جمهور کشور همسایه ترکیه اما واکنش تهران را نیز به دنبال داشت تا جایی که وزارت خارجه ایران کاردار سفارت ترکیه را فراخواند و برخی نمایندگان تندروی مجلس نیز حتی خواهان لغو سفر آقای اردوغان شده بودند و اما در این میان ورق میزنیم برخی روزنامه های کشور رو از جمله روزنامه ایران ارگان دولت ضمن نگاه مثبت به این دعوت در این هنگامه زمانی به سطوح مختلف تاثیرات احتمالی این دیدار یک روزه میپرداخت و این گونه مینوشت که در جنبندی بحث این نکته قابل ذکر است که بنابر ادبیات روابط بینالملل، بحران‌های بحران بینال های و منطقه‌ای در زمانی که به اوج خود میرسند امکان تازه‌ای همیشه برای نزدیک شدن قدرت های زینف به منظور مدیریت بحران فراهم می‌آورند. در این شرایط و پس از زور آزمایی ها میان بازیگران منطقه‌ای و مشخص شدن نتایج آزمون های سعی و خطای قدرت های زینف همکاری را بر رقابت ترجیح می دهند. در این چارچوب برخلاف برخی تحلیل ها سفر اردوغان به تهران و رایزنی با مقامات کشور ایران در مقطعی کاملا مناسب صورت گرفت زیرا با توجه به نقش و نفوذ منطقه ایران و ترکیه می توان انتظار داشت که علاوه بر گسترش روابط اقتصادی سیاسی و فرهنگی دو جانبه تعامل بیشتری نیز میان تهران و آنکارا برای مدیریت بحران های برقرار شود و این نویسنده در بخش پایانی به عنوان کلام آخر این گونه جمع بندی می کرد که کلام آخر این که به بار نشستن دیپلماسی هستی ایران ثمرات و پیامدهای مثبت فراوانی برای ایران به همراه خواهد آورد سفر اردوغان نقطه آغازین آن است مقامات بلندپایه دولت‌های دیگر هم به زعم نویسنده روزنامه دولت در راهند و اما در سوی دیگر رایزنی میان ایران و ترکیه و کشور پاکستان درباره یمن پاکستان از در جریان بودن رایزنی های میان ایران و ترکیه و پاکستان برای گفتگو با عربستان و برقراری صلح در یمن خبر داده است. نواز شریف نخست وزیر کشور پاکستان که در جلسه پارلمان این کشور با موضوع بررسی درخواست عربستان برای ارسال نیرو و تجهیزات به یمن صحبت میکرد میگفت که پاکستان و ترکیه در مورد حل سیاسی موضوع یمن با یکدیگر گفتگو کردند و از ایران نیز خواستند تا به این گفتگوها بپیوندند وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه از درخواست عربستان از پاکستان برای ارسال هواپیما کشتی جنگی و نیروی زمینی به یمن خبر داده بود این در حالی است که اکثریت نمایندگان پارلمان پاکستان از ایجاد درگیری طائفه ای در یمن نگران هستند آقای نواز شریف همچنین می گوید. به زودی با رهبران کشورهای مالزی و اندونزی به رایزنی خواهد پرداخت تا تمام تلاشهای خود را برای پایان درگیری در کشور بحران زده و جنگ زده یمن به کار گیرند باز در این رابطه مشخص باز یمن و تورقی و روزنامه های کشور در این میان روزنامه ها به تحلیل های گسترده ای از چند چون این دیدارها می پرداختند از جمله روزنامه اعتماد در یک یادداشتی تحلیلی با عنوان چشمانداز روابط ایران و ترکیه به قلم اسدالله اطهری می نوشت با رشد گرایشات ایدئولوژیکی در ترکیه مبتنی بر گسترش اندیشه نو دولت این کشور به این مسئله می‌اندیشد که با بهار عربی می‌تواند حوزه نفوذ خویش را نیز گسترش ببخشد ولی در مقام عمل شاهد مسائل دیگری بوده ایم روزنامه اعتماد برای مصادیق و فکت اینگونه اشاره می کرد که مثلا در لیبی سی هزار کارگر ترک مشغول به کار بودند که با ایجاد جنگ داخلی در این کشور آن کارگران از لیبی رفته اند و بر مشکل بیکاری ترکیه افزوده است در تونس نیز دولت این کشور ترکیه را به حمایت از تروریسم متهم کرده است در مصر که نیز دولت ترکیه به شکل آشکار تغییر شد و محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری سقوط کرد نویسنده ی روزنامه اعتماد در ادامه در پایان نتیجه می گرفت که واقعیت مسلمی که در روابط ایران و ترکیه وجود دارد این است که هر دو کشور برای توسعه و بهبود جایگاه منطقه‌ای و بین المللی خیش راهی جز همکاری ندارند در واقع نه تهران و نه آنکارا نمی توانند همدیگر را نادیده بگیرن و باید واقعیت های موجود رو پذیرفته و به همکاری ها با هم بپردازن ادامه آن سوی خبر با واکنش های قدردانی و تقدیر و پیام های تبریک از سوی نظامیان تازه ترین تبریک فرمانده سپاه به خاطر توافق اتمی محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته از عملکرد تیم مذاکره کننده هستئی قدردانی کرده و گفته است که آنها در نبرد دیپلماتیک از حقوق ملت دفاع و روی خطوط قرمز استادگی کرده اند. پیشتر حسن روحانی واژه جهاد دیپلماتیک رو به کار برده بود به گزارش خبرگزاری فارس محمد علی جعفری در حاشیه همایش فرماندهان سپاه گفته است که فرزندان انقلابی ایران اسلامی در نبرد دیپلماتیک خود تا به امروز توانستند از حقوق ملت ایران به شایستگی دفاع کنند و ملت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تلاش های صادقانه و مجاهدت های سیاسی این عزیزان و استادگی, روی خطوط قرمز تعیین شده قدردانی می کنند. در روزهای اخیر مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله علی لاریجانی حمایت خود را از بیانیه لوزان درباره توافق اتمی با گروه پنجه به علاوه یک اعلام کردند همینطور سرلشکر فیروزآبادی و اخیرا که آقای محمد علی جعفری محمد علی جعفری در خصوص ادامه مذاکرات هسته‌ای گفته است که خط قرمز ما علاوه بر پذیرفتن حق چرخه قنیسازی هسته و تحقیق و توسعه در این حوزه لغو همه تحریم های مرتبط به عنوان نقطه مرکزی مطالبات ملت ایران است. حمایت مقام های رسمی و فرماندهان نظامی از توافق هسته در حالی ابراز می شود که حسین شریعت مداری نماینده تامل اختیار علی خامنه‌ای در مؤسسه مطبوعاتی کیهان همچنان و با بار دیگر از این بیانیه انتقاد کرده است حسین شریعت مداری گویا در گفتگوی با خبرگزاری فارس با بسته به شبه نظامیان سپاه درباره ارزیابی خود از توافق لوزان می گفت تلاش تیم هستی کشورمان قابل تقدیر است حرف ما فقط این است که لوزه های افونی توافق لوزان باید جراحی شود که با لحنی تعن آمیز بر تفاهم می تاخد. ادامه و در رویدادی متفاوت دیدار غیر مترقبه ستن از سران و رهبران اصولگرایان پس از انتخاب هیئت رئیسی خبرگان که سه رهبر عمده اصولگرایان در مبارزه انتخاباتی مجلس شورا و خبرگان رهبری با هم دیدار داشتند که بسیار مرتوجه رسانهای داخلی نیز قرار گرفته بود بنابر گزارش خبرگزاری فارس دیدار سه جانبه محمد تقیه مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی همینطور فقیه دیگر به نام موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و فقیه محمد یزدی دبیر کل جامعه مدرسین روز گذشته در قوم برگزار شده بود خبرگزاری فارس هدف این جلسه را ایجاد وحدت و همگرایی در میان اصولگرایان اعلام کرده و فضای آن را بسیار صمیمی و خوب ارزیابی کرده است هر سه این فقیه در خط ضد هاشمی رفسنجانی قرار دارند و باز تازه های از دادگاه سعید مرتزوی دادگاه سعید مرتزوی دادستان برکنار شده و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی پنجم اردوی ماه برگزار می شود یکی از وکلای شاکیان سعید مرتزوی قاضی معزول نظام فقها ها و همینطور رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی ایران خبر داد که جلسه محاکمه او در روز پنجم اردیبهشت ماه برگزار می شود. بخشی از پرونده آقای مرتزوی به شکایت خانواده های قربانیان کهریزک مربوط می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا مصطفی ترک حمدانی وکیل شاکیان سعید مرتزوی روز سهشنبه گفت که شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران در چند اختاریه جداگانه او را به همراه علیرضا دقیقی و پیمان اطار دیگر وکلای شاکیان سعید مرتزوی و همچنین نماینده سازمان تأمین اجتماعی برای حضور در جلسه محاکمه دعوت کرده است. به گفته این وکیل دادگستری احضاریه حضور در جلسه دادگاه رسما به سعید مرتزوی و وکیل او نیز ابلاغ شده است پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در 13 آذر ماه سال 92 که در آن سعید مرتزوی به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد ها تومان متهم شد مصطفی ترک همدانی علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کردند در همین حال روز یکشنبه هفدهم فروردین پنج تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیگیری او برای سرعت بخشیدن به صدور حکم سعید مرتزوی شده بودند. کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی آن سوی خبر از ایران فردا هستید. خبری از مرزهای شرقی کشور و ادعای جیش العدل در کشتن 8 تن از مرزبانان ایرانی یک روز پس از آنکه خبر رسید افراد مسلح در جنوب شرقی ایران در نزدیکی مرز پاکستان هشت نفر از مرزبانان ایرانی را کشتهاند گروه موسوم به جیش العد مسئولیت حمله به این مرزبانان را بر عهده گرفت جیش العد در مطلبی که روز سه شنبه در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد نوشت که دو خودروی مرزبانان ایرانی در منطقه نگور در کمین گردان عبدالمالک ملازاده گرفتار شده و در جریان آن هشتن از معموران مرزبانی کشته شدند. بنابر گزارش خبرگزاری های مختلف داخل ایران از جمله خبرگزاری فارس گروه جیش زمان حمله به ماموران مرزبانی ایران را دوشنبه شب اعلام کرد و مدعی شده است که در جریان این عملیات هیچ آسیبی به اعضای این گروه وارد نشده است این در حالی است که احمد علی محبتی فرماندار چابهار به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که در این حمله معموران مرزبانی نیز با حمله کنندگان درگیر شدند که تعدادی از حمله کننده ها نیز کشته شده و تعدادی زخمی شدند. بنابر گزارش های دریافتی نیروهای مرزبانی ایران در منطقه نگور در استان سیستان و بلوچستان حد فاصل میله مرزی 239 پایین تر از جکی گور با افراد مسلحی که از داخل خاک پاکستان وارد مرزهای ایران شده بودند درگیر شدند. در همین زمینه و مضمون همزمان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا رحمان موسوی معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان روز دوشنبه از شناسایی و دستگیری عوامل اصلی حادثه اخیر در شهرستان حمیدیه در 25 کیلومتری غرب اهواز خبر داد بنابر گزارش خبرگزاری ها بر اثر حمله مسلحانه افراد ناشناس به یکی از پاسگاه های موقت نیروی انتظامی در پارک گمبوه شهرستان حمیدیه در غرب اهواز سه مأمور نیروی انتظامی کشته شده و دو نفر دیگر نیز زخمی شدهاند معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان جنوب ایران خوزستان همیناک خبر میدهد که عوامل اصلی حادثه ی تروریستی حمیدیه در اختیار نیروی انتظامی هستند و بازجویی از آنان نیز شروع شده است کماکان برنامه آن سوی خبر رو میبینید با رویدادهای متنوع و مختلف در حوزه های متعدد از جمله رویدادی از حوزه رسانه ها و توضیحات تازه سخنگوی وزارت ارشاد دولت روحانی حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد از برنامه های تازه این وزارتخانه درباره رسانه ها خبر داده است آقای نوشابادی گفت یارانه مطبوعات به سایت ها و خبرگزاری ها هم تعلق گرفته است اما این یارانه به رسانه های تعلق گرفته که ماده 18 قانون مطبوعات را رعایت کرده اند بنابر این سایت های شبنامه نویس که الزامات قانونی را رعایت نمی کنند و شفاف نیستند از دریافت یارانه محروم هستند سخنگوی وزارت ارشاد همچنین از معافیت مالیاتی کتاب فروشی ها به عنوان یکی از اقدامات مهم وزارت ارشاد در سال گذشته خبر داد و گفته بود که هفته آخر اسفند ما تفاهم نامه ای میان ارشاد و سازمان مالیاتی منعقد شد که به موجب آن کلیه کتاب فروشی ها از پرداخت مالیات معاف شدند. آقای نوشابادی همچنین از تلاش های در وزارت ارشاد برای امضای تفاهم نامه ای با نیروهای انتظامی و دیگر نهادهای درگیر با هدف جلوگیری از لغو کنسرت های موسیقی خبر داده است. همراه با شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا آن سوی خبر سری به استرالیا و کمپ پناهجویان میزند و میخوانیم آخرین خبر از وضع ناگوار پناهنده ایرانی در کشور استرالیا وزیر مهاجرت استرالیا خبر داد که وضعیت جسمانی یک پناهجوی جوان ایرانی که چهل روز را در اعتصاب قضا به سر برده روبه بهبود است اما تأکید کرد که این اقدام وی تأثیری بر روند پرونده پناهندگیش نمی گذارد. خبرگزاری فرانسه روز سهشنبه از قول پیتر دیتن وزیر مهاجرت استرالیا نوشت که این جوان ایرانی سعید حسنلو نام دارد و سن او 25 سال است. آقای داتن گفته است که شب گذشته به من خبر رسید که سعید کمک پزشکان را پذیرفته و وضعیت جسمانیشان رو به بهبود است. سعید حسنلو در سال 2010 وارد استرالیا شد و با وجود اینکه اعلام کرده است به خاطر گرویدن به مسیحیت در صورت بازگشت به ایران با آزار و اذیت مواجه خواهد شد اما کماکان به درخواست پناهندگی وی در کشور استرالیا پاسخ مثبت داده نشد ایان رنتول از کارمندان ائتلاف اقدام برای پناهندگان به خبرگزاری فرانسه گفت که نتیجه نهایی روند درخواست پناهندگی سعید حسنلو هنوز مشخص نیست و او بیشتر به خاطر طولانی شدن مدت زمان بازداشت خود و نامعلوم بودن مدت این بازداشت دست به اعتصاب قضا زده است. سعید حسنلو دومین ایرانی پناهجو در استرالیا است که برای تسریع روند پناهندگی خود در ماهای اخیر دست به اعتصاب قضای طولانی مدت زده است. در ماه ژانویه نیز یک ایرانی 33 ساله چون این اقدامی را انجام داده بود همچنان بیننده برنامه شامگاهی آنسوی خبر هستید در ادامه آنسوی خبر میخوانیم ادعای یونان درباره خسارت میلیاردی از کشور آلمان دولت یونان میگوید آلمان بابت خسارات وارد شده در زمان اشغال این کشور توسط نازیها ها 303 میلیارد دلار به این کشور بدهکار است این برای اولین بار است که دولت یونان به طور رسمی مبلغ بدهی آلمان بابت جنایت و خرابکاری های نازیها را اعلام می کند اشغال یونان توسط نازیها در سالهای 1940 تا 1940 چهل و چار در واقع یکی از وحشیانه ترین رخدادهای جنگ بود که به مرگ حدود 250 هزار نفر نیز منجر شد. عامل مرگ بیشتر این افراد گرسنگی بود. دولت آلمان گفته است مسئله پرداخت خسارت به یونان سالها پیش حل و شده است. دولت آلمان 115 میلیون مارک قرامت در سال 1960 به یونان پرداخت کرد. مجددا با رویداد خارجی دیگر برنامه را پی میگیریم آتش سوزی در زیردریایی روسیه به گزارش رسانه های روسیه یک زیردریایی اتمی این کشور در یک کارگاه کشتی سازی در شمال روسیه دچار آتش سوزی شده است گزارش ها حاکیست که آتش سوزی در زیردریایی اورال اکنون مهار شده و آتش سوزی در کارگاه کشتی سازی سرودوونسک در جریان تعمیرات شروع شده اما گفته می شود که رآکتور زیردریایی در معرض خطر نبوده است. بنا به گزارش ها این زیردریایی کلاس اسکاردو در سال 92 به ناوگان شمالی روسیه پیوست و هنگام عملیات مجهز به مشک های ضد کشتی است اما گفته می شود در جریان حادثه مسلح به سلاح یا حامل سوخت اتمی نبود. و با رویدادی ورزشی برنامه امشب آن سوی خبر را با سویه های از ورزش به پایان میبریم و ادامه میدهیم احتمال رفتن کیروش قوت گرفت علی کفاشیان پس از جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که برای ادامه همکاری با کارلوس کیروش تشکیل شده بود گفته احتمال ماندن این مربی در ایران تنها 20 درصد است رئیس فدراسیون فوتبال ایران با تاکید بر اینکه اعضای هیئت رئیسه خواستار ادامه کار کارلوس کیروش به عنوان سرمربی تیم ملی هستند گفت ما با کیروش قرارداد چهار سال امضا کرده ایم که از این چهار سال پنج ماهش گذشته و اگر او بخواهد در این شرایط تیم ملی را ترک کند ما ضرر خواهیم کرد چرا که برای جام جهانی بعدی روی کیروش حساب باز کردیم و میخواهیم که همچنان در تیم ملی بماند کیروش از نظر فنی کاملا برای ما تایید شده و قابل قبول است در جام ملتهای آسیا نیز جوانگرایی کرد و اکنون باید بماند تا حاصل این جوانگرایی را ببیند البته اگر کیروش اصرار به رفتن دارد باید سریعتر به ما اعلام کند چرا که زمان کمی داریم کارلوس کیروش که پس از بازی دوستانه ایران مقابل سوئد اعلام کرده بود از تیم ملی ایران جدا خواهد شد همکنون برای مشخص شدن وضعیت خود در تهران به سر میبرد او پس از پایان این بازی دوستانه گفته بود که اختلاف در فدراسیون فوتبال و عدم رضایت دبیر کل فدراسیون از عملکرد تیم ملی باعث شده که او تصمیم به جدایی از تیم ملی ایران بگیرد هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران پس از پایان جلسه خود علاوه بر اعلام موافقت برای ادامه کار کارلوس کیروش در تیم ملی ایران به علی کفاشیان مأموریت داد تا با او مذاکرات لازم را در چارچوب قرارداد قرارداد انجام دهد در و در وقت باقی مانده رویداد دیگر و کوتاه باز از حوزه ورزش خبری ورزشی از حوزه زنان البته و ممنوعیت ادامه داره بانوان از ورود به استادیوم ورزشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حضور بانوان در استادیوم ها به ویژه استادیوم های فوتبال به صلاح نیست. معاون اجتماعی نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی درباره نظر پلیس درباره حضور بانوان و خانواده ها در استادیوم های ورزشی و برخی از کنسرت ها در شهرستان ها این گونه خاطر نشان میکرد که جواب این سؤال را به طور کلی عرض می‌کنم و آن این است که حضور خانواده ها در ورزشگاه ها تابع یک سری شرایطی است که آن را قانون تصویب می کند و ما نیز تابع مسببات قانون هستیم و آن را اجرا می کنیم. این مقام نیروی انتظامی تأکید می کرد حضور بانوان در استادیوم ها به ویژه استادیوم های فوتبال به صلاح نیست اما اگر قانون به نتیجه برسد ما آن را اجرا خواهیم کرد منتظر المهدی با بیان اینکه ما در این خصوص نظر خود را داریم و نظرمان تاثیرگذار است خاطر نشان کرده بود که آنچه که قانون تصویب و ابلاغ کند را اجرا خواهیم کرد و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسند. تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه تری از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود